شینزو آبه نخستین نخست وزیر ژاپن است که بعد از انقلاب 57 به تهران سفر می‌کند. دیداری که ظاهراً با هدف میانجیگری میان ایران و ایالات متحده صورت می‌گیرد. اما با وجود تفاوت بنیادین نگاه ایران و ترامپ، می‌توان به نتیجه بخش بودن این تلاش‌ها امید داشت؟ من فکر می‌کنم که ژاپن می‌تونه یه میانجی بی‌طرف خیلی مهمی باشه. پیام‌های تهران رو به واشنگتن و پیام‌های واشنگتن رو به تهران برسونه. اهمیتش هم ژاپن اینه که تاریخی برعکس خیلی از کشورهای دیگه توی مسائل داخلی ایران دخالتی نکرده. ژاپن مورد احترام مردم ایرانه و از اون مهمتر تا جایی که من میدونم جناح‌های مختلف در طبقه حاکمه اختلاف سر مسئله ژاپن ندارن. بنابراین ژاپن از خیلی لحاظات به نظر من بهترین کشوریه که میتونه میانجیگری کنه بین ایران و آمریکا. اما در غایت ژاپن نمیتونه مسئله ایران و آمریکا رو حل بکنه. مسئله ایران و آمریکا رو فقط ایران و آمریکا حل میکنه و اشکال عمده‌ای که امروز به وجود آمده اینه که خواستهای ایران و خواست آمریکا با هم دیگه در تضاد کامل هستن. یعنی اینکه آمریکا با برنامه فشارهای حداکثری خودش داره سعی میکنه ایران رو به میز مذاکره بیاره و ایران هم اعلام کرده، چندین بار اعلام کرده که تنها راه اینکه ایران وارد میز مذاکره بشه اینه که آمریکا به برجام برگرده و از تصمیمی که یک سال و نیم دو سال قبل گرفته صرف نظر بکنه و وارد مذاکرات جدیدی با ایران باشه مبنا بر قبول برجام. بنابراین فعلا باید صبر کرد و دید که آیا تهران و واشنگتن قدم بعدی رو خواهند برداشت و وارد مذاکره خواهند شد. ایران اساساً چرا باید با دولتی در امریکا وارد مذاکره بشه که سابقه چندان مناسبی در گفتگوها و مذاکرات سیاسی نداشته، چه در خصوص مذاکرات با چین، در مذاکرات تجاری و چه در رابطه با گفتگوهایی که با کره شمالی انجام دادن؟ خب در تهران خیلی همین صحبت شما رو میکنن و میگن که مسئله عمده‌ای که ما با آمریکا داریم اینه که اعتماد نمیتونیم با آمریکا بکنیم، برای خاطر اینکه اینها قرارداد برجام اول قبول کردن و یک سال و نیم دو سال بعد تنهایی از این برجام آمدن بیرون. ولی حقیقت اینه که خب اگر اینها نخوان مذاکره کنند و اگر آقای ترامپ انتخابات سال آینده رو ببره، یعنی 6 سال دیگه ایشون تو قدرت باشه و اگر بخواد این فشارهای حد اکثری رو ادامه بده، کار به کجا خواهد کشید؟ یعنی حقیقت اینه که دیر یا زود ایران باید وارد مذاکره بشه و بدون اینکه بتونه روابط خودش رو معمولی بکنه با آمریکا، به نظر من در منطقه مسئله خواهد داشت، از لحاظ اقتصادی مسائل خیلی جدی خواهد داشت و این مسائل نوعی نیستن که اروپا بتونه اینها رو حل بکنه، نوعی نیستن که ژاپن بتونه حل بکنه، نوعی نیستن که حتی کشورهای اروپایی بتونن اینو حل بکنن. مسئله ایران و آمریکاست و کلید این که ایران بتونه برگرده به بازارهای بین المللی، این کلید در واشنگتن. امریکا و شخص آقای ترامپ چه سودی میتونه از این مذاکرات داشته باشه؟ برعکس آقای بولتون که خیلی ایدئالیستی به مطالب نگاه میکنه و ایدئولوگه، آقای ترامپ اینطوری نیست. ایشون بیشتر فکر اینه که بده و بستونه و همونطوری که گفتید خیلی علاقه داره که بتونه یک عکسی با مخصوصا در رابطه با انتخابات سال آینده، ولی اینا اینقدر مهم نیست. مهم اینه که ایشون یه برنامه‌ای رو داره در رابطه با ایران و این برنامه به نظر من خیلی دقیقه. یعنی یه قسمت این برنامه، یه قسمت این سکه، حمله های فشارهای حد اکثری به ایران، اقتصادی، ارتشی، اطلاعاتی، فرهنگی، و قسمت دیگرش اینه که آمریکا حاضر وارد مذاکرات بدون شرط بشه. خب این دو روی یک سکه است و خیلی دقیق داره اینا به جلو میرن و به نظر میرسه که برنامه ای رو که آمریکا در رابطه با ایران داره اینه که ما فعلا این فشارهای اقتصادی و سیاسی و ارتشی و امنیتی رو ادامه خواهیم داد. این فشارها باعث این خواهند شد که در داخل ایران وضع اقتصادی خراب بشه، همونطوری که خراب شده. باعث این خواهد شد که اختلاف بین ملت و دولت زیاد بشه، کما اینکه این اتفاق داره میفته، و اینکه تظاهرات مردمی هم شروع به رشد کردن بکنه.
در غایت اینا فکر میکنن که این فشارها یا باعث این خواهد شد که رژیم در تهران عوض بشه و یا اینکه ایران وارد میز مذاکرات بشه. اما اگر شما به گذشته جمهوری اسلامی نگاه کنید، شاید هیچ کدوم از این اتفاقات نیفته و ایران صبر بکنه که ببینه نتیجه انتخابات سال آینده چه خواهد شد و بعد اگر آقای ترامپ برد با ایشون وارد مذاکره بشه و اگرم نبرد با دموکرات ها. اشکال این ریسک اینه که اگر آقای ترامپ ببره اون موقع ایران چه خواهد کرد بعد از سال 2020. شما فرمودید که ترامپ یه برنامه منسجم مشخصی در قبال ایران داره. در مورد کره شمالی همین صحبت مطرح میشد و به نظر میرسه جنس مذاکراتی که میخواد با ایران پیش ببرم تابعی از آنچه که بر کره شمالی گذشت میگذره. عملا هیچ اتفاقی برای کره شمالی در جهت مثبت رخ نداده. درسته، ولی شرایط بدتر هم نشده. در رابطه با ایران شرایط خیلی بدتر شده. شما اگر وضع کره شمالی رو امروز با وضع کره شمالی قبل از اینکه مذاکرات آغاز بشه، وضع کره شمالی بدتر نشده، خیلی هم بهتر نشده ولی بدتر نشده. ولی اگه وضع اقتصادی ایران، وضع سیاسی ایران رو نگاه کنید، از یک سال و نیم قبل، دو سال قبل تا امروز خیلی بدتر شده. و به علاوه مسئله برجام مسئله خیلی مهمیه. یعنی از یک طرف ایران گفته اگر ما منفعتی از برجام نبریم، و در حقیقت تهدید کرد اروپا رو، اینه که ما ممکنه که قسمت‌هایی از برجام رو اونطوری که باید و شاید انجام ندیم و بعد این خودش میتونه مسئله‌زا بشه برای ایران. وزیر نفت ایران همین دو سه روز قبل اعلام کرده که این تحریم‌های جدید آمریکا، نوعی که اینها انجام میدن با نوعی که قبلا این تحریم‌ها رو انجام میدادن خیلی فرق داره. دلیلش خیلی روشنه. برای اولین باره که آمریکا تصمیم گرفته واقعا نفت ایران رو به صفر برسونه و منابع مالی ایران رو تا جایی که امکان داره خوش بکنه. برای خاطر اینکه به مسئله آمریکا فقط برنامه اتمی ایران نیست. من به نظرم این یک قسمتی از برنامه خیلی بزرگتریه که آمریکا داره. مسئله‌ای که آمریکا با ایران داره اینه که ایران در منطقه یک قدرتی شده. حالا این قدرت خوب و بده اینو هر کسی برای خودش میتونه قضاوت کنه، ولی برنامه آمریکا اینه که قدرت ایران رو در منطقه کم بکنه. قدرتی که در لبنان و سوریه و عراق و یمن و افغانستان داره رو تا جایی که امکان داره کم بکنه و فکر میکنن بهترین راهی که میتونن این کار رو انجام بدن این نیست که لحاظ نظامی رویارویی با ایران داشته باشن، بلکه منابع مالی ایران رو بخشونن که ایران نتونه برنامه‌های خودش رو ادامه بده. بنابراین زود یا دیر ایران باید وارد مذاکره بشه با آمریکا، چه با آقای ترامپ چه با دموکرات‌ها، به خاطر اینکه حتی اگر هم دموکرات‌ها به قدرت برسن، سر مسئله موشکی ایران، سر مسئله سیاست‌های منطقی ایران، اینها با ایران اختلاف خواهند داشت و ایران وارد مذاکره با اینها باید بشه. بنابراین به نظر من به نفع جمهوری اسلامی، به نفع ایران که درهای رابطه رو با آمریکا نبنده، باز نگه داره و یه طوری وارد مذاکرات بشه، برای خاطر اینکه ایران نه قدرت اونو داره نه توانشو داره که هم با اروپا هم با آمریکا و هم با کشورهای دیگه سر مسئله منطقه وارد دعوا و نزاع بشه. اگر که ما این فرض رو در نظر بگیریم که ایران و آمریکا بخوان با هم وارد مذاکره بشن، در چنین شرایطی احتمالاً ایران مذاکرات محرمانه رو ترجیح خواهد داد، با توجه به اینکه مقامات ایران بارها تاکید کردن که ما هیچ مذاکره‌ای نمی‌خوایم داشته باشیم با آمریکا. این در حالی که در نقطه مقابل آقای ترامپ اتفاقاً دنبال مذاکرات شفاف و عیان خواهد رفت که بتونه ازش در انتخابات و در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوریش استفاده بکنه. این تضاد رو چطور میشه، تضاد منافع رو چطور میشه مدیریت کرد؟ مشکل خواهد بود، به خاطر اینکه همونطوری که من گفتم خدمتتون عرض کردم، اشکال عمده اینه که ایران گفته آمریکا باید برگرده به برجام و آمریکا اعلام کرده که این فشارها رو کم نخواهد کرد. حالا اینه که یه طوری اگر هر دو طرف حاضر بشن یه قدمی بردارن، این امکانش هست که مذاکرات آغاز بشه. ولی در نظر داشته باشید حتی سر مسئله برجام مهمترین قسمت مذاکرات مخفیانه بود و بعد از اینکه بین آمریکا و ایران یه موافقت کلی در رابطه با برنامه غنی‌سازی در ایران و اینکه آمریکا برنامه تغییر رژیم در ایران رو نداره، موقعی که این موافقت شد بعد از اون بود که کشورهای اروپایی
چین و روسیه وارد مذاکرات شدن. این اتفاق این بار هم خواهد افتاد، برای خاطر اینکه مسائل مهم و شما باید معمولا کشورها مسائل مهم خودشون رو مخفیانه مطرح میکنن و بعد از اون که یه سری موافقت ها رسیدن مسئله رو مطرح میکنن که همه اینو ببینن. برابر این قسمت عکس گرفتنی که شما بهش اشاره میکنید به نظر من بعد از اون خواهد آمد که یه سری موافقت ها اگر بتونن هر دو کشور در رابطه با برنامه غنی‌سازی ایران و مسائل دیگری که هر دو کشور دارن امضا موافقت بکنن و بعد این مسئله عکس مطرح خواهد شد.